فرشتگان قلاز و شداد تو سوره تحریم مطرحن، علیها، من بر هفت طبقه جهنم ملائکتون قلازون شداد، فرشتگانی رو گماشتم که اولا از نظر بدخلقی نمونه ندارن، قیافشون، نگاهشون، حرف زدنشون با جهنمی ها بدتر آتش جهنم. و شداد، بسیار هم به جهنمی ها سخت گیر. خب اونایی که تو دنیا به مردم سخت گرفتن، از مردم که گذشت یا مردن یا سختی برطرف شد یا تحمل کردن، این سخت گیری ها وقتی وارد قیامت میشه، نیروی سخت گیری میره تو اون فرشتگان و به خودشون بر میگرده. جهنمی ها حاضر نیستن یه بار چهره این ملائکه گلازدار رو ببینن، چون از آتش سخت داره، چون شکنجه روحی داره. و فرشتگان احدی رو در دوزخ برای یک لحظه تو سخت گیری آرام نمی گذارن. تو همین آیه خیلی جالبه، میگه پدرا خودتونو، همسرتونو، بچه‌هاتونو، سه واحد، خودت، خانومت، بچه‌هات، قو انفسکم، خودتون و اهلیکم، خانوم تو و بچه ها تو، قو انفسکم و اهلیکم، نگر دارید از آتش روز قیامت. قو انفسکم و اهلیکم نارن، آتشی که علیها ملائکتون قلازون شداد، که نه خودتون، نه زناتون، نه بچهاتون یه پلک به هم زدن تحملشو نخواهید داشت. نگر دارید خودتون. علیها ملائکتون قلازون شداد، تا این عذابها رو میبینن ناله میکنن، یا ویلنا، یا ویلنا، من به اصنا من مرقدنا، کی ما رو زنده از قبر در آورد؟ هازا ما وعد الرحمن، مرد زنده شدن و خدا وعده داده بود. و صدق المرسلون، انبیان به ما راست گفتن، ولی ما در دنیا گفتیم هم خدا دروغگو هم انبیا. قیامت هم که پر از آسیب‌های عجیب و غریب، بلاهای سنگین، و بالاترینش به تعبیر قرآن فزع اکبر، یعنی بزرگترین هراس که دل خیلی ها رو این بزرگترین هراس پر میکنه، دیوانه میشن. قرآن میگه قیامت میبینی یوم یکون الناس، نه مردم مؤمن، یوم یکون الناس، بحث مؤمنش جداست، یوم یکون الناس کل فراش المبسوس، فراش یعنی پروانه، مبسوس
یعنی پروانه های پخش شده. میگه وایسا نگاه کن، 2000 تا پروانه تو گلستانن، آرام ندارن، وای نمیسن، روی دونه گلم که میشنن ای پر میزنن، دائم بلند میشن، دست راست میرن، دست چپ میرن، شمال گل میرن، جنوب گل میرن، شب سراغ شمع میان، هی نزدیک میشن، دور میشن، بالا میرن، پایین میان، آخرم به آتیش میزنن و خاکستر میشن. میگه ناس در قیامت وضع حالشون این پروانگان پخش در گلستان، آرامش ندارن، قرار ندارن، چون دیگه حالا اخبار خدا رو راجع به قیامت که منکر بودن و میگفتن دروغه و اینا افسانه گذشتگانه و اینا رو پیغمبر رو میشینن از پیش خودشون میسازن یا میان یادشون میدن، اما حالا میبینن همه درست بوده. حالا درست بودن اون مطالب رو عملی میبینن، وایستاده تو محشر، هیچ اعتمادی به نجات خودش نداره، 7 طبقه جهنم هم جلوی چشمشه و میدونه 1 ساعت دیگه 2 ساعت دیگه پرونده رو که برسن زنجیر میکننشون و میکشنشون طرف دوزخ، خذوه و فقلوه ثم الجحیم صلوه. قیامت تقسیم بندیه، یعنی حرارت کل محشر رو نمیگیره، مشتریاش رو میگیره. نسیم بهشت کل محشر رو نمیگیره، مشتریاش رو میگیره.